من در واقع در ابتدا میخوام در مورد عنوانی که رادیو زمانه برای صحبت در مورد این اعتراضات دانشجویی کنونی استفاده کرده و میکنه نکته ای رو بگم. هرچند گفتن اعتراضات دانشجویی ضد جنگ توصیف درستی هست و بسیاری هم از اون استفاده میکنن، اما به نظرم نیاز به تدقیق بهتری برای نامیدن این جنبش در واقع نیاز به تدقیق بهتری داریم، چون این جنبش تنها ضد جنگ نیست. این جنبش در واقع در واکنش به سکوت و انفعال نه تنها دانشجویان و دانشگاهیان، بلکه سایر کارگران ماهر و پیشرفته و گروه های به اصطلاح حامی حقوق بشر و مردم عادی شکل گرفته و خواهان برهم زدن کرختی و غفلت و بیتفاوتی نسبت به فجایعی هست که در جلوی چشم ما به شکل روزانه داره رخ میده. و در واقع این جنبش تلاش میکنه از بخشی از مصائب و بحرانهایی که در جامعه سرمایه‌داری با اون روبرو هستیم صحبت بکنه. پس این جنبش تنها ضد جنگ نیست. این جنبش در حمایت از فلسطین، در همبستگی با فلسطین و در اعتراض و ضدیت با نسل کشی که صهیونیست‌ها در حال انجامش هستند شکل گرفته. و شاید عنوان بهتر همین باشه، جنبش همبستگی با فلسطین. و جنبشی که در بسیاری مواقع نه تنها خواهان آتش بس هست، بلکه به دنبال بازپس گرفتن زندگی و حق حیات تمام فلسطینی‌ها در کشور خودشون فلسطین هست. حالا اگر بخوام از وضعیت این جنبش همبستگی با فلسطین در بریتانیا بگم، باید در واقع اشاره کنم که تقریباً 33 دانشگاه در بریتانیا چادرهای خودشون رو در محوطه دانشگاه گذاشتند. در واقع چادرهای خودشون رو در دانشگاه گذاشتن و به نوعی فضاهای اصلی دانشگاه رو اشغال کردن. تقریبا توی تمام دانشگاه‌های بریتانیا اگر خبری هم از این اینکمپمنت، اردوگاه‌ها یا چادرهای اعتراضی نباشه، به اشکال دیگه‌ای هم میتونیم حمایت دانشجویان و دانشگاهیان رو در سطح دانشگاه مشاهده کنیم. از برگزاری تظاهرات و سخنرانی و اشغال کردن برخی فضاهای دانشگاه تا کمپین‌های منع خرید محصولات اسرائیلی تا برگزاری کنفرانس و کارگاه. بعد از اونجایی که من اطلاعات کاملا دقیق و روشنی از وضعیت تمام دانشگاه‌های بریتانیا ندارم، پس تمرکزم رو روی وضعیت این جنبش در دانشگاه منچستر میگذارم که به عنوان بخش کوچکی از این جنبش در اون فعال هستم. به صورت کلی وقتی که نگاه میکنیم به شهر منچستر و دانشگاه منچستر، به خاطر سابقه مبارزات طبقاتی و فمینیستی که همیشه داشته، منچستر صدای بلندی برای مبارزه با انواع اشکال ستم و استثمار داشته و حمایت و همبستگی با مبارزات رادیکال و پیشرو رو همیشه داشته. و خب خیلی طبیعیه که همبستگی با فلسطین هم در منچستر سابقه قدیمی و طولانی داره و مثل برخی از جاهای دیگه دنیا فقط منوط به پس از 7 اکتبر نمیشه. نکته جالب برای من این بود که من زمانی که به شهر منچستر و دانشگاه منچستر رسیدم، جز اولین تظاهرات هایی که من توی دانشگاه شرکت کردم تظاهرات های مربوط به فلسطین بود و این برای من خیلی جالب بود که چطور این شهر و دانشگاه با فلسطین و مبارزاتش آشنایی دارن. و جز انواع و اقسام گروه های حامی فلسطین در سطح شهر، همیشه در دانشگاه جوامعی سوسایتی هایی در حمایت از فلسطین وجود داشته. هرچند برخی از اونها نگاه خیریه معابانه به مقوله فلسطین دارن، اما در واقع اون سوسایتی هایی که چپ و فمینیستی هستن از پیشتر در سطح مسائل محلی، حالا گذشته از مسائل محلی و سیاسی، محلی و ملی سیاسی، برای فلسطین هم همیشه در حال مبارزه بودن. مثلا سوسایتی منچستر لفتیس اکشن که الان نقش اصلی رو در سطح دانشگاه منچستر ایفا میکنه برای مبارزات فلسطین، اساسنامه خودش رو که چندین سال پیش نوشته، جز خطوط اصلیش حمایت از فلسطین هم بوده.
پس وقتی با در نظر گرفتن از با در نظر گرفتن این تاریخچه دانشگاه منچستر به 7 اکتبر و اتفاقهای بدترش نگاه میکنیم، خب متوجه میشیم که خیلی محتمل هست که این همبستگی و حمایت جدیتر هم بشه با گذر زمان. برای مثال تقریبا هر هفته تظاهرات هایی در سطح محوطه دانشگاه توسط دانشجوها از پس از 7 اکتبر برگزار می شود که این تظاهرات ها فارغ از تظاهرات هر شنبه ای بود که در مرکز شهر منچستر توسط گروه های دیگه حامی فلسطین شکل می گرفت. و توی این تظاهرات به شکل واضحی تمام ارتباطات دانشگاه با دانشگاه ها، بانک ها، مؤسسات اسرائیلی بیان می شود و شخص رئیس دانشگاه و سایر اعضای حامی اسرائیل مورد بازخواست قرار می گرفتن. برگزاری جلسات بحث و گفتگو، سخنرانی و پابلیک دیسکاشن ها هم که جز همیشگی برنامه های دانشجوها بود. چندین بار ساختمون های مهم دانشگاه مورد اشغال قرار گرفت. بیانیه ها و پتیشن های زیادی در واقع توسط دپارتمان های مختلف دانشگاه امضا شد. و جز این جلساتی بین اساتید و کارکنان و دانشجویان گذاشته می شد که هر کدوم با توجه به جایگاه خودشون به چانه‌زنی و اعتراض به دانشگاه بپردازند. نکته دیگه همکاری هایی بود که با دانشگاه متروپولیتن که در همسایگی دانشگاه منچستر هست و همیشه یک به شدت یک دانشگاه منفعل و محافظه‌کار بوده شکل گرفت. یه همکاری خیلی جالبی شکل گرفت که بعد از مدت‌ها این دانشگاه هم رنگ و روی اعتراضی رو دید. نکته جالب‌تر اینه که بخش اعظم این فعالیت‌ها تنها در ارتباط با دانشجوها و دانشگاهیان هم نبود، بلکه با همکاری جوامع محلی و گروه‌های پیشرو چپ و فمینیستی و محیط زیستی و شهرهای کناری منچستر هم بود. مثلا یکی از اون شهرها بیرمنگام هست که خب ارتباط قوی تری بین منچستر و بیرمنگام وجود داره. و تلاش دانشجوها در تمام این مدت این بود که لایه‌های ستم و استثمار در سطح منچستر به مسئله فلسطین پیوند زده بشه. برای مثال توی راهپیمایی 8 مارس که توسط سوسایتی های دانشگاه و سایر گروه های سطح منچستر شکل گرفت، عنوان اصلی راهپیمایی این بود: راهپیمایی 8 مارس از منچستر تا فلسطین و سودان، که فقط مسئله زنان منچستر رو در بر نمی گرفت و نگاهی جدیتر بین المللی تر به مفهوم زنان داشت، خاصه زنان فلسطین. همونطوری که توضیح دادم چندین بار ساختمون‌های دانشگاه از 7 اکتبر به این سو اشغال شد و در طی این مدت در واقع توی این ساختمون‌ها کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شد، کارگاه‌های هنری، نمایش فیلم، بنرسازی و که در واقع یک فضای بسیار زیبایی رو برای یادگیری و آموختن سیاسی به وجود آورده بود. اما تحت تأثیر جنبش در آمریکا دقیقاً در روز 1 می رسماً دانشگاه منچستر در دانشگاه منچستر بحث اینکمپمنت یا اردوگاه یا برپایی چادرهای اعتراضی در فضای دانشگاه آغاز شد و یک شکل جدید، یک روی جدیدی از مبارزات در سطح دانشگاه دیده شد و نه تنها دانشجویان بلکه اتحادیه‌های کارگری، گروه های چپ و فمینیستی، جامعه عرب و جامعه مسلمان سطح منچستر هم در ساختن و برپایی این چادرها کمک کردند. اسامی تمام ساختمون ها و پارک ها و پارکی که اشغال شده بود عوض شد و اسم مثلا اسم پارک از برنویس پارک به دکتر عدنان البرش تغییر پیدا کرد و اسم فضای اردوگاهی هم فضای رزیستنس یا مقاومت نام گرفت. حالا درخواست دانشجویان چی بود؟ چرا این چادرها برپا شده بود؟ چه انتظاری در واقع دانشجوها از دانشگاه داشتند؟ در واقع 4 خواسته اصلی دانشجوها داشتند و دارند. یکی این که همکاری دانشگاه منچستر با BAE سیستم قطع بشه، همکاری دانشگاه با دانشگاه تل‌آویو و دانشگاه ایبرو قطع بشه و همه تحقیقات غیر اخلاقی که باعث کشته شدن فلسطینی ها میشه و نقشی در سرکوب فلسطینی ها داره قطع بشه و در نهایت اینکه هیچ دانشجویی تحت تعقیب
قضایی و قانونی قرار نگیره، هیچ دانشجوی مجازات نشه و براش مسئله‌ای به وجود نیاد به خاطر شرکت کردن در این اعتراضات. و فضای خیلی جالبی در سطح دانشگاه به وجود اومد با در واقع گذاشتن این چادرها بر پایه این اعتراضات. چندین تیم اجرایی در واقع ساخته شد برای برگزاری کارگاه ها، از کارگاه های آموزشی، سیاسی، هنری تا برای صرف و پخش غذا، برای نگهبانی دادن در واقع در طول روز و شب 24 ساعت، هرچند که حالا سکیوریتی دانشگاه حضور داره ولی اصلا برای دانشجو اهمیتی نداره که اونها حضور دارن و خودشون به شکل 24 ساعته با گذاشتن شیفت های مختلف نگهبانی در واقع میدن از چادرها و مراقبت میکنن از بالاخره فاشیست هایی که حمله کردن چندین بار به دانشگاه و همینطور برای سایر کارهای اجرایی تماما تیم های مختلفی شکل گرفته که واقعا به شکل شبانه روزی دارن کار میکنن. و نکته‌ای که برای من خیلی جالبه و خودم خیلی دوست دارم در واقع این اتفاق رو، این که بی خانمان‌ها هم کمپشون رو کنار کمپ دانشجویان گذاشتن. یعنی الان ما فقط کمپ دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه رو در سطح دانشگاه منچستر نداریم، بلکه بی خانمان‌ها هم چادرهاشون رو آوردن کنار دانشجویان و اونها هم واقعا فعالن و به این اعتراض ها و جنبش همبستگی پیوستن و در روی چادرهاشون معمولا شعارهایی در حمایت از فلسطین هست، توی تظاهرات ها شرکت میکنن، با بچه ها غذا میخورن و در ارتباطن و خب این اتفاق خیلی جالبی از نظر من. واکنش دانشگاه تا الان چی بوده؟ دانشگاه تا به حال هرچند پیشتر یک دانشجو رو معلق کرده و اجازه در واقع فارغ التحصیلی رو بهش نداده، اما جز این کار واقعا جدی و در واقع برخورد کاملا جدی انجام نداده. هرچند مثلا وقتی نگاه میکنیم الان در سطح دانشگاه برگزاری کارگاه ها هر موضوع سیاسی خاصه در مورد فلسطین خیلی سخت‌تر شده، یعنی بایستی مراحل بروکراتیک خیلی طولانی تری رو به نسبت گذشته در واقع جلو ببری و دانشگاه جز پیام های تهدیدآمیز به اصطلاح محترمانه واکنشی نشون نداد و این باعث شده که دانشجوها بیشتر عصبانی بشن و بیشتر بخوان دانشگاه رو در واقع به یک نوع واکنشی برانگیزن و دانشگاه رو در واقع تکون بدن که از این سکوت، از این رغبت بیرون بیا. خب همین چند روز پیش یک ساختمان مهم در واقع در دانشگاه اشغال شد، گذشته از اون فضای چادرها و در واقع ساختمان دیگه‌ای که اشغال، دو ساختمان دیگه‌ای که اشغال شده بود، یه ساختمان مهم دیگه هم اشغال شد که در واقع از بعد از اینکه این ساختمون اجرا شد، این ساختمون در واقع اشغال شد، اعتراض ها هم به همون نسبت بیشتر شد و دانشگاه در یه سطح دیگه‌ای در واقع داره فعالیت میکنه. مثلا دیروز پلیس به شکل جدی وارد شد و خواستار این بود که این ساختمون حتما تخلیه بشه، اما دانشجوها موفق شدن با در واقع همکاری و فشار آوردن به پلیس، پلیس رو از محوطه دانشگاه بیرون کنن. امروز در واقع که 28 می هست و 27 روز از برپایی چادرهای اعتراضی میگذره، باید اعتراف کنم که الان این دانشگاه رو دوست دارم. دانشگاه زنده تر از همیشه است و سرهایی که مدت ها بود در برف فرو رفته بود کمی بیرون اومده و دست کم بیلکنت میشه از فلسطین در محوطه دانشگاه در کلاس ها صحبت کرد. هرچند سرکوب و خشونت نه به شکل کاملا آشکار و عریان، اما خب موجود هست و مهمترینش به زعم من بیتفاوتی و نادیده گرفتن این کار مهم توسط بخش اعظم اساتید و کارکنان بالادستی هست. این نکاتی که تا الان گفتم بیشتر توصیف من در واقع از وضعیت این کمپند و وضعیت این چادرهای اعتراضی در سطح دانشگاه هست و همینطور کمی هم در مورد سطح شهر منچستر. اما اگر بخوام نگاه انتقادی داشته باشم،
و نگاه کنم به این که این جنبش چگونه جلو رفته، چطور ارزیابی میکنم در واقع وضعیتش رو. خب باید بگم که اتفاقی که افتاد در سطح دانشگاه، خاصه در طی این 27 روز گذشته، یک نوع توان سازماندهی و یک نوع پیوند بین گروه های مختلف شکل گرفته که خب خیلی مثبت هست. فضای سیاسی شهر و دانشگاه منچستر خیلی همیشه مردانه، سفید و طبقه متوسطی بود و این چهره در حال کمرنگ شدن هست و ما میتونیم در واقع این جنبش اعتراضی شاهد حضور زنان، کویرها، دگرتوانها، افراد بسیار جوان، بسیار جوان واقعا، کارگران و بیخانمانها هستیم. و خب این از یه پتانسیل خیلی جدی صحبت میکنه که افراد دیگری دارن تلاش میکنن وضعیت رو تغییر بدن. پس وقتی نگاه میکنیم از نظر اینکه بتونه افراد مختلفی رو به هم پیوند بده، به شکل مثبتی جلو رفته. اما همچنان به زعم من ضعف در سازماندهی وجود داره. ضعف در مشخص کردن شکل و ساختار سیاسی گروه ها وجود داره. و فراتر رفتن از یک نوع درک افقی به زعم من نیاز هست که باعث شده باز هم این عدم در نظر گرفتن ساختار سیاسی باعث شده باز هم مردان سفیدپوست طبقه متوسطی در جایگاه قدرت بیشتر قرار بگیرن. و ما نیاز داریم که در این جنبش مثل باقی جنبش ها به شکل شفافتری جلو بریم، با در نظر گرفتن مسئولیت ها، با در نظر گرفتن اختیارات، با در نظر گرفتن وضعیت هر کدوم از افراد، هر کدوم از کمیته های اجرایی به شکل واضح تری جلو بریم. نکته بعد به نظر من، هرچند وقتی نگاه میکنیم بین در واقع دانشگاه های مختلف، چه بین دانشگاه های در واقع بریتانیا، چه دانشگاه های سراسر جهان یا حالا نزدیکتر اروپا، ارتباطاتی وجود داره، اما این جنبش نیاز به پیوند عمیق‌تر و محکم‌تر بین المللی داره. نیاز داره که با دانشگاه های سراسر جهان به شکل جدی‌تری در واقع در ارتباط باشه که بتونه مقدمات کارهای همگانی و همزمان جدیتر رو جلو ببره، بتونه در واقع اعتراضات رو به شکل منسجمتری جلو ببره، از اعتصاب صحبت بکنه. و جز این مهم هست که پیوندش رو با سایر جنبش‌های پیشرو هم قوی‌تر بکنه. نبایستی تنها در سطح فلسطین باقی بمونه، بلکه بایستی از این هم فراتر بره و بتونه پیوندش رو با جنبش هایی که به دنبال رهایی بخشی، به دنبال برهم زدن سیستم، به دنبال انقلاب و تغییر هستند هم شکل بده. و همه اینها ما رو به یک نقطه هدایت میکنه که ما خیلی نیاز داریم به یک نوع خودانتقادی، به یک نوع تأمل سیاسی و بازنگری که بسیار جدی هست، با در نظر گرفتن این که چندین ماه هست که این فعالین واقعا هر روز در حال تلاشن و خب سطح خستگی، سطح برن‌اوت واقعا خیلی زیاده بین فعالین و مهمه که فضاهای خودانتقادی و تأمل سیاسی و بازنگری جدی تر گرفته بشه. جز این، خب ما تجربه سیاسی خیلی گرانبهایی هم داریم از جنبش های گذشته، از اعتراضات دانشجویی که سالها پیش در همین دانشگاه شکل گرفته و مهم هست که پیوند بین فعالین جنبش کنونی و گذشته شکل بگیره، نه به معنای اینکه اونها این جنبش رو رهبری کنن، بلکه به معنای اینکه از در واقع درس های اونها یاد بگیرن و بتونن اشتباهاتی که اونها تکرار کردن یا موفقیت هایی رو که به دست آوردن بفهمن و مانع از اون اشتباهات بشن و بتونن دستاوردهای بیشتری رو هم داشته باشن. جز این خیلی مهم هست که فراموش نکنیم این جنبش در واقع جنبش همبستگی هست و همبستگی به این معناست که من بایستی بشنوم فلسطینی ها از من چی میخوان، نه اینکه من از اونها چی میخوام، من چه چیزی رو برای اونها صلاح میدونم.
و این خیلی وقتها فراموش میشه توسط چه مهاجرین چه بریتانیایی ها. گمان میکنن که خیلی بهتر از فلسطینی ها میفهمن و تلاش میکنن که در واقع ایده های خودشون رو اثبات کنن. اما مهم هست با در نظر گرفتن رهبری در واقع فلسطینی ها و در همبستگی بودن با فلسطینی ها، در عین حال داشتن نگاه انتقادی، در عین حال روشنبینی و هوشیار بودن، در واقع این جنبش رو جلو برد که به نظر من گاهی وقتها این اتفاق واقعا شکل نمیگیره. همچنین وقتی نگاه میکنم به جنبشی که در سطح دانشگاه هست، واقعا افراد بریتانیایی کمی شرکت میکنن. یعنی میتونیم ببینیم که خیلی مثلا افراد اروپایی هستند، یا شاید بهتره بگم افراد انگلیسی، شاید چون مثلا اسکاتلندی ها هستن، ایرلندی ها هستن، اما مثلا انگلیسی ها رو خیلی کمتر میبینیم، یا اساتید و پروفسورها خیلی کمتر حضور دارن و ما نیاز داریم که در واقع این افراد هم به ما بپیوندن، چون اونها قدرت چانه‌زنی بالاتری دارن و میتونن فشارهای بیشتری رو هم در واقع به دانشگاه و دولت بریتانیا بیارن. و جز این، هرچند وقتی مثلا من به دانشگاه نگاه میکنم چپ‌ها و فمینیست‌ها نقش خیلی پررنگی دارن، اما خب در این کمپ ها فقط دانشجویان و دانشگاهیان حضور ندارن و جوامع و گروه های مختلفی هم میپیوندن، حالا چه برای صرف غذا، چه برای شرکت در تظاهرات. و خب مثل خیلی از جاهای دیگه، آزارهای کلامی و غیر کلامی جنسی برای زنها و کویرها پیش میاد که مهمه در مورد این مسائل هم بی لکنت سخن بگیم و مانعش بشیم. اگر برای یک هدف مهمی جنگی، مهمه که در واقع باقی اشکال ستم رو هم فراموش نکنیم. در این حال مهمه برای بسیاری از افرادی که درک درستی از محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران ندارند، هم توی این کمپ ها در زمانهای مؤثر و ضروری، این نکته به نظرم خیلی مهمه، در زمانهای مؤثر و ضروری سخن بگیم. این نظرم یه مسئله است که ما ایرانی ها تصور میکنیم که خب همین الان در حالی که مثلا رفعت در حال نابودی، همین الان من باید از جمهوری اسلامی سخن بگم. قطعا باید بی لکنت و با صدای بلند از ارتجاع جمهوری اسلامی و محور مقاومت سخن گفت، اما در زمانهای مؤثر و ضروری که این صدا شنیده بشه و این صدا جدی گرفته بشه که در واقع راه ارتجاع و راه رهایی بخشی متمایز بشه، مشخص بشه، مخصوصا برای در واقع جوانهایی که، افراد بسیار جوانی که درک روشنی از جمهوری اسلامی یا محور مقاومت ندارن. این به صورت کلی نکاتی بود که من در مورد در واقع این کمپین در دانشگاه منچستر مشاهده کردم و ارزیابی که ازش داشتم. مرسی که به من گوش کردید. Thank you.